حتما قطار رسیده. بس که طولش دادی. لطفا بلیتتون. بلیت چی؟ بلیت ورودی، باجش اونجاست. وایس همینجا من بگیرم بیام. دوتا بلیت. ببخشید دوتا بلیت. خیلی متشکرم. مرسی. قطار که تأخیر نداره. خیر خانم، همین الان وارد ایستگاه. آه چه بچه. منو چه قطار رسیده. چه رسیده؟ یه دقیقه نشده. مثل اینکه مسافرتون خیلی عزیزه. بهترین دوستم، 10 ساله که ندیدمش. زود باش. حالا ببینیش میشناسی؟ آره بابا، چطور ممکنه نشناسمش؟ سلام پسر خاله، اون علی بوده. سلام علیکم. سلام علیکم. اوه، اون تو جواد. منوچه. جواد جون. منوچه دوست عزیزم. حالت چطوره؟ مثل اینکه من دیگه فراموش شدم. من که نمیدونم چی بگم. راستی همسرم پری رو بهت معرفی میکنم. خیلی خوشبختم خانم. منو چه هیچ فکر نمی‌کردم که سلیقه‌ی تو اینقدر خوب باشه. متشکرم جواد جون. من این همه انتظار کشیدم که شما دو نفر به هم برسین و سر به سرم بذارین. من اختیار دارم خانم، این چرتیه. خب دیگه بریم. این جای حرف زدن نیست. هم که حتما خیلی خسته هستی. خسته بودم. ولی با دیدن شما خیلی برطرف شد. اتفاقا ما هم دیشب به خوابی کشیدیم. تا نزدیکای صبح منوچهر خان از شما تعریف می‌کرد و از دوران معرفت. چه دوران عالی. جدن به حسن سلیقت تبریک میگم منوچهر، چون زن خیلی قشنگی داری. خب بابا دینا چطور بودن؟ بعد از این همه مدت حتما بر خودتون جالب بودین. ای بابا اجازه بده کمکت کنم. مرسی. همون بابا، همون ننه، همون محیط، همون افکار، اگه اینا عقب نرن جلو نمیرن. خواهش میکنم بفهمید. متشکرم. خونه مال خودتونه؟ نه بابا، کرایه نشینی. طبقه بالا. طبقه اول صابخونه نشینی. شان دفعه دیگه سر کی باهات چی؟ مرتش برده. تو الان چه کاری من باز کارا می‌کنی؟ با من نشینی. منو فاحش می‌کنی. شان دفعه دیگه گفتم تو در فرو نشستی، حق نداری درس بخونی. مردش ترکیب ببره. چه مادر سنگدلی. یه مادر هرگز این کارو نمی‌کنه. اون زن پدرشه. ولی خوب چیزیه. دختر شاگرد منه، اسم شهره است. ببینم مادرش مرده؟ نه، پدرش طلاقش داده. شما راجع به چی دارین حرف میزنید؟ خواهش میکنم بفرمایید. اختیار دارین خانم، حق تقدم دارین، بفرمایید. آقا جون تعارف نداره. بیا بالا جواد جون. بیا بالا. فعلا چمدونا رو همینجا بذاریم. عزیزم یه نوشیدنی چیزی به جواد آقا بده تا من یه سری به نهار بزنم. حتما خیلی گرسنه هستم. خب امروز باید دستپخت زنمو بخوری. زنی که تو داری دستپختش هم 100% خوبه. خیلی متشکرم. برو تو جواد جون. نمیدونم چطور بگم. امروز یکی از بهترین روزهای زندگی منه. نمیدونی چقدر آرزوی همچین لحظه‌ای رو می‌کشیدم. آره، منم همیشه همین آرزو رو می‌کردم. هر جا که بودم به تو فکر می‌کردم. مزاحم که نشدم. بیا تو فرج. داشتم میگفتم که از اومدن جواد چقدر خوشحال شدم. جواد جون دلم میخواد اینجا بدون تعارف مثل خونه خودت رفتار بکنی. شما که جدا منو شرمنده میکنی. بله، من قرار نشد تعارف نکنی. راستی ما این اتاق بغلی رو برای تو در نظر گرفتیم، بیا ببین میپسندیش یا نه. اوه نه، خجالتم ندین. من نمیخوام تا این حد مزاحمتون بشم. من میرم هتل. اومدی نسازی. هتل چیه؟ تو همینجا میمونی. تمام شد و رفت. مثل اینکه آب و هوای فرنگ کار خودشو کرده. آقا جوادم دیگه رسم و مقرراتی شدن. این حرفا چیه؟ آخه درست نیست که من تو... برو بابا، درست نیست چیه؟ ببخشید من میرم نهار آماده کنم. اینو جدی میگم. اگه نمیخوای اینجا بمونی پس همین حالا را بیا برو. خنگ خدا، تو دیگه چرا اصرار میکنی؟ من میخوام برم هتل که آزاد باشم. خونه به درد مردای زنداری مثل تو میخوره. بفرمایید. به به. مثل اینکه من هرچی از زنتو تعریف کنم بازم کمه. لطف داره، ولی تو غذا سرد نشده خواهش میکنم بفرم. چشم. بشین جواد جون. مرسی. خواهش میکنم. نه نه نه، خواهش میکنم. نه شما. اول شما. میارم والا من دیگه تعارف نمیکنم چون خیلی گرسنه هستم و دستپخت شما هم که دیگه چرسنه. خیلی متشکرم. گوش اشتهای آدمو زیاد میکنه. خب بالاخره نتیجه حرفاتون چی شد؟ قبول کردین اینجا بمونی؟ والا منوچهر قبول کرد، بهتره من برم هتل. بعد بهت میگم. نفهمیدم چی چی رو بعد بهش میگی؟ هیچی، شوخی میکنم. مثل اینکه برای جواد راحت تره که تو هتل باشه. عزیزم اصرار نکن. راجع به امشب چی؟ حرفی نزدیم.
بهش نگفتی چه برنامه ای داری؟ راستی امشب ما میخواییم یه پارتی ترتیب بدیم و اومدن تو رو جشن بگیریم. خیلی ممنونم. اتفاقا من میخواستم شما رو دعوت کنم، ولی نه به یه پارتی. روز چه بخواین، من تو اروپا از بس پارتی رفتم دیگه خسته شدم. دلم میخواست به اتفاق بریم به یکی از این کافه های لاتیپاتیا و عرقخورا یه خورده بخندیم، چطوره؟ نه این حرفو نزن، تو نباید اینا رو لات خطاب کنی. تو درست داری مثل 10 سال پیش فکر میکنی. اگه صفا و صمیمیت و معرفت بخوای بیشتر تو همین طبقه پیدا میشه. همین مردم نمونه اصالت و پاکی و جوانمردیه. خدا کنه اینطور باشه. همینطوره. حالا امشب به خاطر تو به یکی از همین کافه ها میریم تا از نزدیک به صفا و صمیمیت اونا پی ببری. منوچهر خان هنوزم مثل اون وقتا حساس و متعصبه. خب پس برنامه امشب معلوم شد، ولی من قبلا باید یه هتلی پیدا بکنم که فکرم راحت باشه. حالا چه اصراری دارین که شاید چیزی هست که نمیتونه بگه. فعلا عجله نکن، سر فرصت منم باهات میام جواد جون، همه چیزو با هم رو به راه میکنیم. میدونی فکر خونه و اینکه حالا از آدم انتظار دارن حتما درس خونده باشه و مدرکی تو دستش باشه یه خورده ناراحتی داشت، وگرنه جدا که خیلی خوش گذشت. اگه میتونستم بر نمیگشتم. شوخی میکنی؟ یعنی میخوای بگی دلت برای پدر مادرت هم تنگ نمیشد؟ ای بابا تو هم دلت خوشه. بابا ننه یعنی چی؟ بعد از 10 سال منو دیدن و یه هفته طول نکشید که از خونه بیرونم کردن. منظورت چیه؟ منظورم اینه که بابا ننه های این دوره یه خورده پول که بالای بچه‌شون خرج میکنن انتظار دارن تا ابد غلامشون بشه. تا فهمیدن من مدرکی ندارم و فایده ای از من نمیتونن ببرن از خونه بیرونم کردن. یعنی چی مدرک ندارم؟ من ترک تحصیل کردی؟ مثل اینکه خیلی از مرحله پرتی. آخه اگه من درس خون بودم چرا میرفتم خارج؟ تو همین دانشگاه خودمون خوب میتونستم پیشرفت کنم، مثل خودتو. همینجا درس خوندی، لیسانست هم گرفتی و حالا واسه خودت یه پا آقا معلم شدی. پس این مدت چیکار میکردی؟ تا دلت بخواد عشق کردم. میدونی یه مدتی هم توی یه کاباره کار میکردم، توی یکی از این کاباره ها که استریپتیز میکنن. میدونی استریپتیز چیه؟ ها؟ از این کلک ها که زنها لباساشون رو دونه دونه در میارن. خب بگذاریم، من تصمیم گرفتم به هر ترتیبی که شده پولدار بشم. به نظر تو اگه یه کلاس رقص باز کنم چطوره؟ فکر میکنم از این را بشه به پول زیادی رسید. هتل مایسن اتاقو برای چه مدتی میخواستی قربان؟ نمیدونم، تو هر وقت شد. خب کجا بودی؟ داشتی میگفتی کلاس رقصم میخوای باز. جونتون منوچهر تو این کار درآمد زیادی هست، خوب فکرشو بکن. یه تابلوی بزرگ با نئون روشم نوشته کلاس رقص جواننا. آخه اونجا منو دخترها جواننا صدا میزنن. بالاخره جایی رو که میخواستی نصیبت شد. فکرشو بکن چه خوشیایی میشه. خب حالا تو تعریف کن این پری رو از کجا به تور زدی بی‌معرفت؟ همونطور که میدونی 2-3 ماه بعد از رفتن تو پدرم مرد. اما فهمیدم تنها چیزی که برام مونده یه مش بدهکاری بابام به مردمه. تک و تنها بدون هیچ چیز بلند شدم اومدم تهران. بعد از اون زندگی و اون همه مکافات و بدبختی مجبور شدم برای نون شبم کار کنم. پشیمون نیستم، خیلی چیزا برام روشن شد. نمیدونی با چه مردم خوبی برخورد کردم، انسانهای واقعی، مردمی که هنوز پول و ثروت اونا رو کور نکرده بود، همون مردمی که تو امشب میخوای بری به تماشاشون و مسخرشون بکنی. من از اونا یاد گرفتم که چطور باید بود، چطور باید فکر کرد. به هر حال خیلی سختی کشیدم، شبا کارگری میکردم و روزا به دانشگاه میرفتم. پری رو تو دانشگاه دیدم. از همون ابتدا حس کردم که اون همون کسیه که همه عمر آرزوشو میکردم. بس این که خیلی احساساتی شدم. ازت معذرت میخوام. مهم نیست، تو همیشه همینطور بودی. خب جواد، بهتر من برم. من ساعت 8 میام عقبت که بریم کافه. آره حتما. خدافظ. جان خودم نباشه، جان دقیقم اونجه. بگو جان دقیقم اونجه. جان دقیقم اونجه. جان دقیقم اونجه. بارو گذاشتم رو دنده و گازو عوض کردم، یهو زدم تو گاراژ. جون من بگو زدی تو گارا. جون من بگو زدی تو گارا. زدی تو گارا. ببخشید با اجازه.
ممکنه؟ تو هم دلت میخواد بزنی تو گارا به جون خودم نباشی. آبجو با لیوان بیاری؟ ده لیوان. آره سه تا لیوان. غذا مل نداری؟ من رژیم دارم، مرسی. بچه ها نگاه. آو چیزی جالبی هم. آخ جان لا لا هلالله ناکس ها با چشم میخوان زنه رو بخوره. اینا واسه این چیزا که رژیم نهاره. مادمازل اجازه هست با این کبریت صد تومانی سیگار شما رو روشن کنم؟ متشکر. کلک و زدا عجب زن نازیه. آره خیلی نازی. بابا چطوره از زیر میز دید بزنی بچه؟ یله بچه نگاه کنی. من تا حالا ندیده بودم. واقعا درست این شکوه علفزار میمونه. شیطونه میگه پاشو در بود و آخونش بکنم. آدم جرات نداره یه زن با خودش بیاره اینجا. برادر ترمز کن، خیلی داری تون میری. جلوی خودتو بگیر، این خانم زن منه. نفهمیدم چی گفت؟ میگه طرف زنشه. اینجا دیگه نمیشه ساکت نشست. این کماله بی‌غیرتیه. تو هوای منو داشته باش تا شخصا حسابشونو بریزم. واسه ببینم فعلا جواب حاجیته بده بعدا. بله جناب علی اجازه بدین خودمو پرزنت کنم. پریز میریز خوردریز سرم نمیشه. مثل اینکه شما دلتون کتک میخواد. ما رژیم داریم موسیو جاهل. خیلی متشکرم. اینا قابل نیستن که شما خودتون رو ناراحت میکنین. خواهش میکنم ببینید قربون شکل ماهیت برم. آخ 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 الله 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 تو اینا بزرگ شدم و بیشت تو که هیکلی تکی همی کارات با نمکی تو که اب چه شد اب روحات اون لبات با ما چه کردی هر کسی میدونه والا کار گرده ای کار و باره هر کجا شد افتخاره تویی که چون حبیبی تویی که بی رقیبی در این زمونه چه نمکی داره و اول هیکل هستی هیکلت میدونه والا هر کسی میدونه والا هیکلت میدونه والا هر کسی میدونه والا دلائه که پشمرگت بشم تا پال جو اون آقا حساب کردن
اگه این گارسون یه شی از من بگیره کافر رو زیر رو میکنن. موقعی که میگن حساب شد یعنی حساب شد. خب دیگه بلنشید بریم. بلنشید شما جلوتر برین تا من برم ازشون خدافیزی کنم و بیام. خیلی هلو. خان زدم تو گارج. جون من بگو زدی تو گاراژ. زدی تو گاراژ. به مولا لنگه نذاری. ببینم رفیق گاراژ در چی میگه. هست آقا ممکنه بزنین گاراژ ما رد شین. بفرمایید شما هم بزنین تو گاراژ. میدونی بچه ها این دو تو از اون موقعی که ما اومدیم مرتب دارن میگن زدیم گاراژ و زدیم. جدن این مردم صفا و صمیمیت دارن. باز شروع کرد. چه هوای خوبیه. آره خیلی. آره لطیفه. خب از حالا به بعد برنامه چیه؟ چطور بریم یه جایی که بشه کمی رقصی؟ والا من باید برم خونه. اوراق بچه‌ها رو هنوز تصحیح نکردم و فردا حتما باید نتیجه‌شو بهشون بگم. حالا دیگه من نمیدونم شماها نظرتون چیه؟ والا من که دوست دارم موقعی که تو شبا کار می‌کنی پیشت باشم که بهتره. قربونت. چه زن و شوهر خوشبختی. راست میگن که عروسی کردن آدمو پیر می‌کنه. شما دو تا درست مثل پیرمردا و پیرزنا فکر می‌کنید. من که حوصله خونه رفتن ندارم. پس شبتون بخیر. خدافظ. خدا. دلخور که نیستی؟ ای بابا چرا دلخور باشم؟ شب خیلی خوبی بود. به من که خیلی خوش گذشت. خب فردا میبینمت. آره حتما. خدافظ. شب بخیر. شب بخیر. خیلی فرق کردی. حالا شایدم تو خودت فرق کردی. ممکنه. میدونی قضاوت خیلی سخته. 10 سال پیش محیط با حالا خیلی فرق داشت. ما هر دو بچه بودیم. هم سن و سال بودیم. یه مدرسه می‌رفتیم. خانواده هامو با هم فرق می‌کردن. اون موقع ما فقط راجع به درس و تفریح و سینما و اینجور چیزا فکر می‌کردیم. سلیقه هر دومون یکی بود. منوچهر چی شده؟ حالا مگه غیر از اینه؟ نه. حس می‌کنم با دوستی طرفم که هنوز نمی‌شناسمش. من باید خیلی مواظب باشم چی میگم، اون چی میگه. و اینم بعد 10 سال که باید طبیعی باشه. اصل مطلب همینجاست. و من می‌دونم اون چه قلب پاکی داره. بقیه حرفاش همش شوخی و بزلگویی. اون وقت هم همینطور بود. این روزا تو همش راجع به جواد حرف میزنی. مثل اینکه دیگه منو به کلی فراموش کردی. حسود. الان بهت نشون میدم چطور فراموشت کردم. او این ورقه شهره است. آه این رقیب دیگم رو فراموش کرده بودم. این روزا نمیدونم چشه. خیلی ساکته. مثل اینکه زن باباه خیلی اذیتش میکنه. تو نمیدونی با چه ریختی میاد مدرسه. کفشای کنه، جوراب پاره، رو پوش مندرس. من جدن از آدم شلخته بدم میاد. اصلا من مامانم اجازه نمیده یه لباس رو دو دفعه بپوشم. همین کفشایی که میبینی فردا دیگه باید بدم به کلفتمون. ولی عوضش شهره دستش خوبه. بچه آقا معلومه بود. سلام. سلام. سلام آقا معلوم. آقا سلام. بچه ها قبل از اینکه کلاس رو شروع کنیم میخواستم چند کلمه ای با اتون صحبت کنم. روی سخنم با اونهاییه که مردم از سر و وضعشون و از ثروتشون میشناسن و میسنجن. شما هنوز بچه هستین. زندگی پستی و بلندی داره. قدر این دوران و همکلاسی های این دوره رو بدونین. دوستان دوران تحصیل بهترین دوستای زندگی هستن. حیف این دوستاست که اونها رو برنجونید. کنید. شما که لباس نو می پوشین و پول دارین باید با اونهایی که ندارن همکاری کنین، نه اینکه اونها رو مسخره بکنین. شهره برو بشین جانم. خب اوراقتون تصحیح شده و نتیجه خوب بود، ولی باید بهتر از اینا باشه. هرچند کسی از 10 پایین تو نگرفته، ولی متوجه باشین که امتحان اصولاً خیلی آسون بود.
فریده، لیلا، جاله شما ها بیرون نرید، باهاتون کار دارم. خداحافظ آقا مرد. خداحافظ. بیا خانم جون جایزت رو بگیر. ده بیا چرا بودت زده؟ بیا برات لباس جایزه آوردن. شما چرا بایستدی؟ بفرمایی تو. بده ببینم. شما به من جایزه نمیدین؟ منم میتونم برقصم واسهتون نمایش بدم، آواز بخونم. چا 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 لا 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 لا. چند دفعه بهت گفتم اینطوری به من نگاه نکن. انتا میبینی؟ میبینی بچه ها؟ این دختری که شما ها واسش جایزه آوردین یه طوری به من نگاه میکنه مثل اینکه من باعث ننگشم. زنی برده، اینم جایزه بردشون ترکی بده ببره. شما ها دیگه چرا اینطوری منو نگاه میکنین؟ ها؟ شما ها هم حتما حق رو به این بدجنس میدین، حتما تو دلتون میگین بیچاره شهره. خب معلومه شما همه تو سرسه یک عربوسین مردشو ترکی بتونه ببره. جوون مرد شجا نفتی به همه گفتی که زن بابات همیشه کار کتکت میزنه. پس بکن این قد میزنم ایت که بمیری. حالا که میری به همه میگی من کتکت میزنم پس بکن. بازم گفتی مادر؟ باز اسمون افری تو پیش من آوردی؟ بازم خودتو به موش مردگی زدی؟ بریم گمشین، بریم بیرون، این خونه مال منه. بریم بیرون، بریم گمشین، بریم بیرون، مرده شیرتی رو ببره. آروم باشین خانم جون، چیه؟ چی شده؟ اونا خیال میکنن من مستم. او نه، نه اونا مسخرم میکنن، همه منو مسخره میکنن. میدونمشون، شما حالتون خوب نیست. بفرمین بفرمین تو استراحت کن. تو دیگه کی هستی؟ تو هم داری منو مسخره میکنی پس فطرت؟ این دیگه چجوری شد؟ نیشان دست به من از جلو نیا، برو گم شو. من بابای شهره در اومد. بیچاره شهره، مثل اینکه باید به پدرش اطلاع داد. این ظلمه، این وحشتناکه. سلام. آه ترسیدم. ببخشید در باز بود، منم اومدم تو. چه عجب یاد ما کردیم، ما انتظار داشتیم شما رو زودتر ببینیم. من گفتم تو باز ما رو ترک کردی. اختیار داریم. راستی یه معامله کردم، اگه حد زدید چی خریدم؟ ماشین. آفرین، بریم به هاش یه دوری بزنیم. نمیخواین غذا بخوریم؟ غذا؟ حالا؟ اینو شما چی حساب میکنین؟ نهار یا شام؟ والا ما عادت داریم که شامو زود بخوریم، ولی به خاطر ماشینتون میریم بیرون غذا میخوریم. پس اجازه بدین من یه رو سری بردارم چون موام نمرتبه. اتفاقا موهاتون خیلی قشنگه. راستی این پایین چه خبره؟ تو هم متوجه شدی؟ بازم بابای شهره مست کرده. به آقا رو باش، میگه متوجه شدی؟ من خودم تو معرکه بودم، زن بابای افتاده بود تو بغلم، داشت درد دل میکرد که یهو چرتش باز شد و منم مثل اون ست دختر مدرسه یا گره باد فحش و ناسزا. جات خالی یه لگدم خوردم. ست دختر مدرسه؟ آره، ست دختر هم سن شهره بودن، مثل اینکه از همکلاسیاش بوده. میدونم، من اونا رو فرستاده بودم. منو چرتو هم اون پایین خیلی دستکاری میکنی یا بالا غیرتم بگو جریان چیه؟ امروز برای شهره لباس خریدم و دادم سه تا از همشاگردیاش که ببرم به عنوان جایزه بهش بدن. چون بله دیگه، آقا برای شهره خانم لباس میخرم، ولی من یه سال لباس نوتنم نکردم. خیلی معذرت میخوام عزیزم، آخه اگه بدونی امروز من با چه صحنه‌ای روبرو شدم. و چون فردا جشن مدرسه است و حتی داشتم که شهره نمیتونه لباسای لازم و تهیه ببینه، رفتم اون لباسا رو براش خریدم و دادم همون سه تا دختر که به عنوان جایزه ببرن در خونش بدن، در ضمن با هم آشتی هم بکنن. من تعجب میکنم تو که اینقدر باهوش هستی چطور فکر بعضی چیزا رو میکنی؟ آخه تو میدونی این زن باباه چه مجنونیه؟ تو فکر نکردی اومدن اون سه تا بچه و آوردن جایزه برای شهره پیش زن باباش آخه کار درستی نیست؟ گفتین مادر شهره رو پدرش طلاق داده؟ آره. پس پدره کجاست؟ حالش خوب نیست، تو بیمارستان بستریه. اصل مطلبم همینجاست، هیچ بعید نیست پدره رفتنی باشه. این زنم فکر میکنه اگه شوهر مرد پولاش به شهره میرسه.
و بعد از مرگ پدره مادر شوفه بر میگرده، اون وقت زن بابایه میمونه و حوزش. مگه پدره خیلی پول داره؟ میلیونر که نیست، ولی وضعش خیلی خوبه، و اگه شوهره نبود همش میرسید به زن باباهه. قصه زن بابا هم تو هم میده. حالا بگو ببینم ماشینو میپسندی یا نه. مبارک باشه، خیلی راحته. کششش که خیلی خوبه، 180 شیرین میره. بچه ها خیال نکنین که شیرینی ماشینمو فراموش کردم. برای فردا برنامه جالبی ترتیب دادم. فردا؟ فردا شب ما نمیتونیم بیایم، باید بریم جشن. جشن؟ جشن چی؟ جشن خانه و مدرسه. همون که میگفتم شهره بناس فردا برنامه اجرا بکنه. اون یارو زن بابا هم میاد؟ شوخی میکنی؟ اون چشم نداره حتی شهره رو ببینه، اون وقت میاد اونجا که هنرنماییشو ببینه. به خاطر همینی که ما حتما باید بریم. اگه ما نریم شهره کسی رو نداره. تو هم میتونی بیای. ساعت چند میری؟ جشن از ساعت 6 شروع میشه. متاسفم، چون من فردا برنامه‌ای دارم که حتما باید برم. خب حضار محترم، هدف ما رو از برگزاری این جشن فهمیدیم. من بازم از تشریف فرمایی شما تشکر میکنم و حالا اجازه بدین اولین برنامه خودمون رو شروع کنیم. سلام. علیکم سلام. حال شما خوبه؟ ایوا، معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. رفتم بالا دیدم منچرخان و همسرشون خونه نیستن، فکر کردم شاید اینجا باشن. مثل که من شما رو یه جایی دیدم. بله دیدین، به لطف شما هنوز ساق پام درد میکنه. آه حالا یادم اومد، تو خیلی شیطونی ها. من اینو به عنوان دعوت به مشروب خوردن با شما قبول میکنم. برو بیرون چه پر رو. حال شما خوبه؟ تو چی میخوای؟ اوه عجله نکن. مرسی، پیشنهادی دارم، فکر میکنم قبول بکنی. اگه تو همونی که من فکر میکنم کور خوندی جونم. مطمئن باش اون چه که تو فکر میکنی فکر من نیست. و پس را تو بکش برو دنبال کار زندگیت. من صاحب تو مهمی باید صحبت کنم. من میتونم به تو کمک بکنم که صاحب تمام این خونه زندگی بشی. Thank you.
درد من بیزاری، همه شب از فراغ تو در تابا، تابه نموده ای چلی روز شبا، به آتشم کشد کن سوز تابا، از چه به غیر جفا نکنی، قلب مرا تو را نکنی، صحبت تو را صفا نکنی، عهد مرا تو وفا نکنی، عاشق رویت من هستم، طالب سویت من هستم، عاشق رویت من هستم، طالب سویت من هستم. جدن به بولی افتخار میکنم، جدن پدرت رو سفید کردی. شهره جدن من میخوام از صمیم قلب تو تبریک بگم، برنامه تو بهترین برنامه جشن امروز بود. متشکرم، مرسی. عالی بود شهره جان. حالا برو دستتو بشور تا با هم دیگه بریم. برو جون. معذرت میخوام، این جدن ظلمه، باید یه کاری کرد. من میخوام الان برم بیمارستان با پدرش صحبت کنم، باید یه راه حلی پیدا کرد. با این وضع این دختره از بین میره، خورد میشه، روحش میمیره. پری جون تو با شهره برو خونه، من میرم بیمارستان پیش پدرش، بلکه بتونم این کاری بکنم. بسیار خوب، من شما رو تنها میذارم، اما لطفا خستشون نکنین، چون ایشون باید کاملا استراحت کنه. مطمئن باشید که مراعات حال ایشونو میکنم. ضمناً تا 10 دقیقه دیگه وقت ملاقات تموم میشه. بسیار خوب. با اومدنتون منو خوشحال کردین. متشکرم. حالتون چطوره؟ خدا رو شکر هنوز زندم. خودتون ملاحظه کردین که چطوری از من پذیرایی کردن، ولی با این همه به من چیزی نمیگن. آیا بدتر شدم؟ بهتر شدم؟ هیچ خبر ندارم. خب راستی پری خانم چطورن؟ به لطفتون خوبه، احوال پرسی هم کرد. متشکرم. از شهره برام بگین چطوره؟ درسش خوبه؟ تو خونه راحته؟ اون شاگرد با استعداد و زرنگیه، ولی خیلی رنج میکشه. چرا؟ تنهاست، تشنه محبته. میدونم، ولی تقصیر من چیه؟ دختری به سن اون به یه پدر سالم احتیاج داره. اون مادرشو میخواد، اون همیشه دنبال مادرش میگرده.
ابراهیم آقا، گرچه من هنوز محتاج اینم که از تجربیات شما استفاده بکنم، اما میخواستم بگم که شما دارین شهره رو از بین میبرید. شما نمیدونین شهره در قیاب شما چه خون دلی از دست زنتون میخوره. اگه به همین منوال پیش بره، ممکنه استعداد و جوانی شهره به کلی خفه بشه و از بین بره. شما اگه اقدام نکنین، بزرگترین ظلمو به جگرگوشه خودتون کردین. من بزرگترین ظلمو به اون کردم وقتی که مادرشو طلاق دادم. اون موقع فکر این چیزا رو نمی کردم، فقط دنبال هوسبازی و خوشگذرونی بودم. می دونم که تنها راه علاج برگشت مادر شهره است، ولی اون هرگز حاضر نخواهد شد که از اشتباه من چشم بپوشه. زندگی بدون اشتباه نمیشه. من مطمئنم اون به خاطر دختر شما رو میبخشه، برای اینکه اون مادره. ابراهیم آقا، من معذرت میخوام، این زندگی خصوصی شماست، ولی من مجبورم اصرار کنم. مبادا فکر کنید که من فضولی میکنم. آخه شما نمیدونید، من میبینم، من میشنوم که شهره چی میکشه. با اون که کلفت خونه رفتار میشه. شما باید با مادر شهره تماس بگیرید، باید همه چیزو بهش بگید، وضع شهره رو برای شرح بدین. من مطمئنم که اون راضی بشه به زندگیش برگرده. من مطمئنم. فرزندم، نمیدونم چطوری ازت تشکر بکنم. قول میدم تا اونجایی که بتونم برای بازگشت مادر شهره تلاش کنم. متشکرم. ولی در قیاب من شما مواظب شهره باش. البته. معذرت میخوام، مثل که به اندازه کافی صحبت کردی، وقت ملاقات تموم شد. خب من دیگه از خدمتون مرخص میشم. من نمیدونم چطوری از شما تشکر. خواهش میکنم، مرمتون زود. خوش آمدید. متشکرم. از اینکه صدایی در اومد. صبر کن بینم، چند دفعه بهت گفتم که اینطور خودتو به موش مردگی نزن. همچین یواش و آروم میاد تو، مثل این که میخواد دوست بگیره. بیشور جاسوس. یالا بگو تا حالا کجا بودی؟ با کی اومدی؟ مدرسه بودم، آخه جشن بود، با پری خانم اومدم خونه. منوچهر خان رفتن بیمارستان پیش بابا، گفتن یه کمی دیرتر میاد. رفته پیش اون افریت از من بد بگیر. بلایی سر همه شما ها میارم که اون سرش ناپیدا. زود برو تو آشپزخونه ظرفا رو بشور. من فردا خیلی درس دارم، امتحان داری. یالا برو ظرفا رو بشور تا تیکت تیکت نکردم. در را بیافت، امتحان سرتو بخوره. خب بهتره من برم بالا، اونجا میمونم تو منوچهر بیاد. جنست خورده شیشه داره. من عقل کلم، مگه نمیدونی؟ پس من فردا شب میام که ترتیب جریانو بدی. فردا شب؟ نه فردا شب نمیشه، من مهمونی دارم. مهمونی؟ باشه، چه بهتر. سلام. سلام. معذرت میخوام سرزده اومدم تو. عیبی نداره، اگه اجازه بدین الان میام خدمتتون. خواهش میکنم، فکر من نباشید. خب بهتون خوش گذشت؟ آره خیلی خوب بود، مخصوصا برنامه شهر، واقعا جالب بود. منو چرک کنم، خونه نیست؟ الان میاد، رفت بیمارستان به پدر شهر سری بزنه. مطمئنی رفته اونجا؟ معلومه. آخه مردا معمولا همه چیزو به زنشون نمیگن. منو چرک با اونجور مردا یه فرق داره، و اون اینه که همه چیزو به زنش میگه. من منو چرک خوب میشناسم، اون فقط دلش میخواد همیشه خوش بگذرونه. اینو خودش به من گفته، آخه ما خیلی با هم صمیمی هستیم. عجب، بخواین بگین شما حسود نیستین؟ حسود که هستم، ولی نه به گذشته اون. کاملا واضحه که گذشته هر مردی پر از عشق و هوسبازی با زنای بیشماریه. بنابراین یه زن فهمیده هرگز نباید به گذشته شوهرش کاری داشته باشه. ولی منوچهری که من میشناسم محال عوض بشه. خب، اگه اینطوره وای به حالش. چ
چردان سزاوار نیست که منو چر با داشتن زنی به خوشگلی تو بازم چشمش به دنبال کس دیگه ای باشه. حالا که اینطور نیست. مطمئنی؟ من که فکر نمی‌کنم. تو خودت خوب میدونی که در اینطور موارد یک زن نباید زیاد مطمئن باشه. من اینطور طرز فکر رو اصلا قبول ندارم. سلام. سلام. سلام من چجور؟ خوب چطور بود؟ باش صحبت کردم، همه چیزو بهش گفتم. اونم بدبخت وضعش مثل این که خیلی خطرناک بود. نمیدونی چقدر تو بیمارستان مواظبش هستن. آی خستش نکنین، آی پیشش زیاد نمونین. فکر میکنم بنده خدا رفتنی باشه. بیچاره شوهر. خب تو چیکار کردی؟ من هیچ کاری نکردم. اگه کسی گرسنه نشه میتونه یه چیزی بخوره. من میگم که چطوره بریم بیرون؟ میریم یه ساندویچ میخوریم. نه، بهتر من برم. تو هم که همش میخوای بری، نکنه از ما دلخوری. ای بابا این حرفا چیه؟ والا اگه تنهایی بیشتر بهت خوش میگذره اصرار نمیکنم. وگرنه چطوره فردا شب برنامه بذاریم؟ فردا شب؟ نه یه کارم. متشکرم. خواهش میکنم بفرمایی. اینا رو نذاشتن که نگاه کنی. بفرمی خانم. خواهش میکنم. من شما. شما آقا. مرسی، بفرمید. خانم ممنونم. شما چه دو؟ خب با یه صفحه که موافقیم. بله. بعد از سالها دلم میخواد یه صفحه ایرونی بشنوم. شهره برای مهمان. یه دقیقه صبر کنیم. خیلی متشکرم. ممنونم. مرسی. اینجا. با اجازت. خیلی معذرت. صیاد تیر خورده خودشو به خواب زده. اون عکس مادرمه. تو رو خدا قفشه پاشو پر پریده. ایشالله با دستای خودم تو قبرستون میخوابونمت. حالا که موقع خواب نیست. هزار جور کار دارم. این همه مهمون دارم. دستنا موقع تا گرفتی اینجا خوابیدی؟ برو کار کن. برو ظرفای خالی رو جمع کن برده بیار. حسن وایسا بینم. یه خورده پول بده من. بگیر. پول بهش بده. برو از مشروب فروشی تای خیابون یکی از اینا بگیر برده بیار. چیزه جیگر زده. برو بینم اردی این کارو داری؟ شهر وایسا بزنیم. من با اینا صحبت کردم. آدم های با دل و جرأتی هن. البته رئیسشون یه نفر دیگه است. کافیه بهشون پول خوبی بدیم تا دختره رو بی سر و صدا بکشن. مگه نه بچه؟ بله درسته. یه دونه از این شیشه ها میخوام. میبینی اسم لقا؟ اون وقت میگن چرا بچه های مردم من را به در میشن. لا اله الا الله. حالا جون من بگو این بی‌معرفتی نیست؟ آخه بچه من تو بزرگتر نهری؟ پدر مادر نهری؟ پدرم مریضه، بیمارستانی. مادرم هم رفته یه جای دیگه زندگی میکنه. فهین رخصگی رو واسه کی میخواد؟ برای اون. اون کیه؟ اون زن بابامه. ای بی‌معرفت، شیطونه میگه برم چشاشو در بیارم. نه اون وقت منو میکشه. اسمال آقا مثل که زن باباه خیلی نامرده. دختر جون نگاه کن، اسمال چاکرته. ای کمک میخوای خودم نوکرتم. حالا فقط اینو میخوام. میترسم بیه بشه.
باشه، مخلص هستم به مولا. بیا جونم، زود رد کن بیا. دختر جون، هی بخوایی منم تا در خونه باید میام. خیلی ممنون میشم. بالا پت این بساط زندگی رو جمع نکن، من الان برمیام. باشه باشه. فعلا خدا حافظ. بیا شروع بریم. الان مدت میخونی. آه فهمیدم، پس شما از اون با معرفت تا اینجور حساب کن. رفتیم تو خط قطر. ای دختر زیبا چرا دیار و یاوم مانده ای، گویام که دور از یاریم و از مهر مام در مانده ای. قلب تنگ و کوچکت داری نهانی قصه ها، و جور بی جای پدر مسکین و مستر مانده ای. خدا خدا دود جانم جانم، ای روزگار و این همه یارت منم پیوسته، غمخوارت منم یا خود، زیرا که زار و بیگانه از هر طرف در مانده ای. یا که زار و بیگانه از هر طرف درمانده ای. قرار بود ناراحت نشی. معذرت میخوام، خونه ما همینجاست آقا. خیلی ممنونم. به من آقا نگو، منو اسمال یا داشت صدا کن، خیلی بهتره. چشم داداش. آباری کلا، منو مثل داداش خودت حساب کن. خیلی دلم میخواست یه داداش با معرفتی مثل شما داشتم. قصه نخور جونم، تو زیاد هم تنها نیستی، همه با معرفت ها داداشتن. خداحافظ.
خداحافظ کوچولو. الهی هیچ بچه ای رو گیر زنبانند. خداحافظ بابا پیری. خداحافظ شابا جی خانوم. خداحافظ بابا جون. سلام یادتون ندا. ببینم ساعت چند قراره دختره رو تعبیر بدیم؟ اونا گفتن که از 4 تا 4 نیم منتظر میمونن. پس دختره تا اومد نباید معطل. خب معلومه دیگه. روشنش کن. خدافظ. تاکسی. تاکسی. آبجی تاکسی نیست تاکسیه. اول اون آقا صدا زد. خدا بیامرز نانا میگفت که هیچ کاری بدتر از بزرگی نیست. اما مگه میشه؟ نمیدونه از دست این زنا که ادواتکار فرنگی ها رو در میارن چقدر شکارم کنن نیره. تاسکی آب بی معرفت بازم گفت تاسکی گم شد. دختر کوچولو من عموتم بیا بریم. نگردن همیشه نگردن. چطور شو؟ خدا بیا مرزن هم میکرد هیچ کاری بدتر از راه نمیشه. بیرش کن لطفاً اون ماشین دنبال کنید. خدا بیا مرزن هم میگفت هیچ کاری بدتر از دنبال مردم افتادن نیست. آقا مگه شما ندیدید شاگردم تو اونه؟ آه حالا فهمیدم. حتما ابزار دکونه تو برداشته و زده به چاک. چی میگین آقا؟ من معلمم، شاگردم با اون اتومبیل دزدیدن. لا اله الا الله. خدا بیامرز ننم میگفت تو دنیا هیچی بهتر از درس خوندن نیست. ولی من ناکسه ای از زیرش در رفتم. فکر کف در بازی تیل انگشته بودم. یه بخشینا معلم. اشکالی نداره، ممکنه کمی تندتر برید. درسته این ماشین جونش همون کمتره، ولی پشت این کپل نشسته. خیالتون تخت تخت خواب باشه. زیر زمینم بره اطمینان داشته باش پیداش میکنم. سرشو ببرید. آقا حساب شرطتون کاری نباشه. دوستا بدش برید. صبر اومد، رخت اومد، اقبال و بخت اومد، کپل با هندل اومد. صبر اومد، رخت اومد، اقبال و بخت اومد، کپل با هندل اومد. بزن جادی یالا، بگو هی ماشالله، آدم پردل اومد. چه جاغتی بود؟ آخه نه.
بگیم آقا معلم فهم خوب میزنه که همه جیمزان داره خوش بگیم ساکت ساکت کجا فرار میکنی؟ نیکردم خیال کردم گم شد یه خودم بیا اومدن نه ترسیم اگه داستان بهتون برسه یلا شده باشی یلا اگه مردی رو اکو پول نمیدرسون باشی یه باشی ده ناکر باشی باشی نه فکر نمی کنم باید رسوندش به بیمارستان حالی چطوره؟ خوبه خوشبختانه صدمه ای ندیده معذرت میخوام طبیعیه اگه یه همچین اتفاقی برای آدم بزرگم میافتاد همین حال بهش دست میداد ولی چیزی نیست با این آمپولی که بهش تزریق شد حالش کم کم جا میاد فعلا باید یه خورده استراحت کنه اما بریم سر اصل موضوع با اطلاعاتی که آقایون در اختیار ما گذاشتن و این همکاری صمیمانه رو با پلیس کردن بسیار سپاسگزاریم بنابراین فکر نمیکنم دستگیری و پیدا کردن اونا کار خیلی مشکلی باشه امیدوارم این همکاری قطع نشه راستی یه خواهش دیگه هم از شما دارم بفرمایید خواهش میکنم میخواستم خواهش کنم که در این مورد با هیچ کس صحبت نکنین حتی با نزدیکترین کسانتون این موضوع به این سادگی هم نیست و ما باید عاملین اصلی رو پیدا بکنیم آخه من به این چیزا اعتقاد ندارم ولی این فالی که من میگیرم حقیقت رو کاملا نشون میده حقیقتی که شما حدس میزنه حقیقتی که من حس میکنم و دستتون نشون میده اینطور که شما حرف میزنیم مثل این که جدن داره باورم میشه یه ناراحتی جزئی در پیش داری اما به زودی به واقعیت پی میبری اون از خودت دور میکنی ناراحتی چی؟ زیاد مهم نیست خاموش شدن و مشتعل شدن مجدد قلب من از حرفای شما هیچی نمیفهمم به زودی میفهمی خب بقیه فال چیه؟ آخه شما که بلند شدین بشینین تا بقیهش رو بگم آخه چی بگی؟ لطفا همینجا نگه دارید تو برو تا دیرت نشده خداحافظ خداحافظ کوچولو آقا از لطف شما خیلی ممنونم زحمت کشیدین بفرمین منزل قربون شما با عزت و مرخص میشین قابل نداره اینم برای این که از کارتون افتادین بگیرین خواهش میکنم آم معلم با این کار خیلی دلخورم کردین برای چی آقا؟ بگیم بینم شما که این بچه رو نجات دادیم چقدر پول میگیری؟ هیچی من وظیفه مو انجام دادم چاکرم وظیفه شو انجام داده ما شوفرها که پشت این قربیلک میشینیم و هر ساعت با زندگی خودمون بازی میکنیم واسه این پولا کار نمیکنیم ما بچه های مردم رو مثل بچه های خودمون دوست داریم ناموس مردم رو آبجه خودمون میدونیم یه همچین چیزا هم که ببینیم شارگمون هم میدیم باید بهتون بگم شما چقدر خوبین جدا اگه تمام راننده ها مثل شما فکر میکردم خیلی کارا رو به راه میشد بیشتر شما همینطورن من تازه کوچیکشونم پس سلام منو به همه راننده ها برسونین و بگین منم دوست داره همشونم همه شوفرها مخلصی همچه معلم با معرفتی هن که بچه شون با زیر دست آدمی مثل شما درسون بشن جدا شما چقدر دوست داشتنی هستین من خیلی دلم میخواد یه رفیق با معرفتی مثل شما داشته باشم لطفا اسم و آدرستونو بدین که بیشتر ببینم با هنوز بعد از این همه رفاقت و کتککاری اسممو نمیدونی؟ شاکره میگم مرسا کپول آدرس هم همه شوفرها بلدن از هر کدومشون بپرسین نشونتون میدن خب دیگه مزاحمتون نمیشم ایشالا میبینمتون
خلاصه منزل اینجاست. ان شاء الله وقت خدمت میرسن. پس هر وقت تونستین میتونین تشریف بیارین و ما رو خوشحال کنین. ان شاء الله میام قربون شما. مرمت سی. خدا بیامرز ننم میگفت هیچی بدتر از حواس پرته نیست. کیفتون جا مونده ها معلم. آه خیلی متشکرم. قربون شما. مرمت سی. حالا باور کردی؟ نه یک کلمش هم درست نبود. صبر کن هنوز تموم نشده. بگو ببینم کجاش دروغ بود. همش. چشمایی تو چه رنگی؟ آخه منظورتون از این حرفا چیه؟ میخوایی راست چه بگم؟ آره تا حالا هرچی گفتین حتی 1% هم راست نبوده. گوش کن اینو میخوام جدی کنم. منوچهر اومد. سلام. سلام. سلام منوچهر. چرا انقدر دیر کردی ها؟ یه اتفاقی افتاد که حالا نمیتونم بگم. مگه حالا بگی چه عیبی داره؟ بعد میگم اصرار نکن. فعلا خیلی گرسنه‌ام. یه چیزی بخورم. مرغ داریم میخوای برات بیارم؟ آره بیار خوبه. پس بذار گرمش کنم. نه نمیخواد سرد میخورم. خیلی خوب. چرا نمیشینی جواب؟ چرا میشینم؟ تو چرا تو فکر رفتی؟ طوری شده؟ نه پس چی؟ منو چه؟ میتونی به من بگی چه اتفاقی افتاده؟ نه متشکرم. آه ببین چقدر خودشو گرفته. خب بگو ببینم چی شده دیگه. جواب تو نمیخوری؟ نه مرسی. جواب منو بده چی شده؟ چرا نمیخوای الان بگی؟ سر به سرم نذار خسته هستم حوصله‌شم ندارم. گفتم که بعداً بهت میگم. راستی فردا بعد از ظهرم دیر میام خونه. نفهمیدم اولتیماتوم میدی؟ میتونی بگی فردا کجا میخوای بری؟ فردا بعد از ظهر تو مارس کنفرانس دارم. خب حالا که اینطور شد پس قدارم همون بیرون بخور. منم میرم منزل نسیم. هر طور میل تو. جواب وقت داری نهار با هم باشیم. آره میام. اوف جدن که خیلی غذا خوردم دیگه جای نفس کشیدن برام باقی نمونده. خب پس تو میری خونه و بپری میگی ها؟ ده. تو که هنوز حرف خودتو میزنی چرا بی خود میخوای ناراحتش کنی؟ اون بیچاره فکر میکنه تو کنفرانس داری یا تو مدرسه هستی. حالا با اون دعوا مرافعه دیروز سر دیر اومدنت میخوای من برم بهش بگم که کنفرانس مدرسه به هم خورده و چون شهره خانم خیلی ناراحت بود منوچهر اونو برد گردش که حالش جا بیاره. خودت فکر کن پری چه فکرایی میکنه؟ چه فکری میتونه بکنه؟ منو پری این حرفا رو نداریم. چی میگی پسر جون؟ زن زنه. این حرفا رو نداریم یعنی چی؟ زن حسوده، طبیعتش همینه. تو سر گربه دست بکشون حسادت میکنه. مگه یادت رفته اون روز سر لباس خریدنت برای شهره چه علم شنگی به پا کرد؟ گوش کن جونم، کارت هم نباشه. منم به پری چیزی نمیگم. تو هم یادت نره که امروز کنفرانس داشتی. راجع به گردش با شهرم به کسی هیچی نگو. جدن که خیلی صاف و ساده ای. بابا من حرفمو پس گرفتم. همه چیز دست خودت میسپرم. هر چی میخوای برو به پری بگو. من به تو اعتماد دارم. سوء استفاده از اعتماد یه نفر خیلی بده. منظورت چیه؟ درسته من دوست منوچهرم و نباید این چیزا رو بگم. ولی وجدانم ناراحته. چی میخوای بگی؟ تو به منوچهر اعتماد داری؟ 100%. آیا فکر نمیکنی ممکن اون به دروغ بگه؟ امکان نداره. آخه برای چی اون به من دروغ بگه؟ ممکنه یه سو کنم. چیه؟ برگرد. میخوام به چشمات نگاه کنم. به من نگاه کن. راستشو بگو. تو منو چرا دوست داری؟ تو هم شوخیات عجیب و غریبه. این چه سوالیه؟
میبینی با محبت هر حیوانی رو میشه رام کرد، حتی خطرناکترین حیواناتو. انسان در زندگی باید گذشت داشته باشه، باید به زندگی علاقمند باشه، چون افرادی هم هستن که واقعا دوست داشتنی هست. خود من وقتی فکر میکنم تو زندگی دوستی دارم که واقعا منو دوست داره، همیشه و همه جا در فکر منه احساس خوشبختی و آرامش میکنم. چطور این حرفو میزنی؟ شهره دختر بچه هست. تو نمیدونی عشق چه کارها میتونه بکنه. ممکنه منوچهر از من برنجه، ولی من دلم برای جوونی و زیبایی تو میسوزه. باور کن پری، وجدانم از اینکه منوچهر از اعتماد تو به خودش سوء استفاده میکنه ناراحته. نمیدونم شاید اشتباه میکنم که این حرفا رو میزنم، کسی چه میدونه، ولی حس میکنم که مجبورم حقیقتو بهت بگم. جواد مواظب باشی، حرفا شوخی بردار نیست. اصل مطلب همینه، تو به قدری خوب هستی که نمیخوای حرفای منو باور کنی. حرفای تو باور کردنی نیست. منوچهر با شهره، این تهمته. حالا که اینطور شد مجبورم. بگو ببینم میدونی الان منوچهر کجاست؟ دیروز که خودت چنیدی، تو مدرسه کنفرانس داره. اگه اون همی الان با شهره در جایی که امرون مشغول گردش باشه چی؟ صحنه پردازی میکنی؟ میتونم حرفمو ثابت کنم. منوچهر هیچ وقت به من دروغ نمیگه. انتظار داری اون بیاد از علاقه خودش به شهره با تو صحبت کنه؟ جواد دیگه این حرفو نزن. تو میخوای بگی منوچهر الان تو مدرسه نیست؟ اگه غیر از این باشه تو دیگه نباید قدم تو این خونه بذاری. قبول میکنم. پس بریم تا بهت ثابت کنم. ناراحت نباش شهره، جریان دیروز یه واقعه استثنایی بود، حتما دسیسه‌ای در کار بوده. از اینکه تو اینقدر رنج میکشی من خیلی متاسفم. من با پدرت صحبت کردم، اون به من قول داد که مادرت برگرده. تو فقط به فکر درست باش، بالاخره بزرگ میشی و ناراحتیات برطرف میشه، چون زن پدرت خواه و ناخواه رفتنیه. اون به خودش بد میکنه، انتقام طبیعتو نباید فراموش کرد. در زندگی منم پستی و بلندی فراوونی وجود داشته. درست یادم هنوز مدرسه میرفتم که پدرم مرد. پس از مرگش بار سنگینی به دوش من افتاد، ولی تمام این ناملایمات باعث نشد که از زندگی مایوس بشم. برعکس، روز به روز امیدواری من به آینده بیشتر میشد، تا اینکه حالا حس میکنم آدم خوشبختیم. من عاشق زندگیمم، زنمو به حد پرستش دوست دارم. تام خواهر منی شهره، من میتونم برادر خوبی برای تو باشم و هر کمکی از دستم بر بیاد برات انجام میدم. بالاخره پیداشون میکنم و حرفمو به تو ثابت میکنم. باید همین جا باشه. اون هاشم نگاهشون چه عشقی هم میکنم. کافیه، همه چیزو دیدم. خواهش میکنم منو برسی خونه. متاسفم، من فقط میخواستم کمکت کنم. هنوزم نمیدونم کار درستی کردم یا نه. حقیقت تلخ، و معمولا اشخاصی که حقیقتی را آشکار میکنن همیشه مورد تنفر مردمن. پری ناراحت نباش، اینو به فال نیک بگیر. شاید مصلحت در این بوده که شما دو نفر از هم جدا بشید. منوچهر دوست منه، بهترین دوست منه، ولی من نمیتونم به خاطر دوستیم حقیقت رو زیر پا بذارم. اون لایق تو نبود. دیشبم که دیر اومد با شهره بود. امروز زورم به من گفت که به تو دروغ گفته و میخواد با شهره بره به باغ وحش و اطراف اونجا برای گردش. اون وقت از من خواهش کرد بیام اینجا و سر تو رو گرم کنم، و منم تصمیم خودم رو گرفتم. منم تصمیم خودم رو گرفتم. برو بیرون. برو گم شو. نه. منو چرا اشتباه میکنی؟ کار خوبی نکردی. برو بیرون. تو نکشتمت از خونه من. برو بیرون. تو حرمت دوستی رو از بین بردی. تو لیاقت کتک خوردن نداری. برو بیرون. برو از جلوی چشمم دور شو. به من دست نزن، تو به من دروغ گفتی.
اون چون حقیقت رو بهش میگه دروغگو. بیلی آقا دوست توه، تو دروغگو هستی. خفه شو، به شعره یه دختر بچه از اون بچه. خفه شو. چی میگی؟ چطور ممکنه تو این حرف رو بزنی؟ لعنت بر شما. بزن به چنگ. جواد آقا هرچی هست به من بگو. تو گفتی اون اونجاست، تو گفتی اینجا اتاق گرفته، مگه تو نگفتی؟ خیلی چیزا هست که هنوز بهت نگفتم. راجب منو چه؟ نه، راجب خودم تو. منظور تو نمیفهم. چطور؟ من خیال میکردم تو همه چیزو میدونی. فکر میکردی که بین ما چه چیزی وجود داره. چی وجود داره؟ چی میخوای بگی؟ میخوام دوست دارم، تو رو میپرستم. نمیفهمم. چی میخوای بگی؟ میخوایی بگی که خیلی برات عجیبه؟ من که باور نمی کنم. تو فقط میترسی، وحشت داری عشق تو ابراز کنی. فری، تو رو به خدا نذار ترس از آبرو و حیثیت عشقو از بین ببره. فری، بدون تو من دیگه وجود ندارم. عشق تو امید به آینده رو در من زنده کرد. منو از تنهایی وحشتناکی که سالهاست منو احاطه کرده بیرون آورد. دیگه نمیذارم همه این خوشبختی ها از بین بره. دیگه نمیذارم تو از پیشم بری. جواد آقا تو رو به خدا اینطوری حرف نزن. تو من آوردی اینجا که منو چهره ببینم، ولی حالا داری اینطور گستاخانه حرفایی میزنی که من اصلا نمیتونم باور کنم. این تو هستی که این حرفا رو میزنی؟ چطور نفهمیدی که من منوچهر رو دوست دارم؟ چطور متوجه نشدی من در کنار منوچهر احساس آرامش و خوشبختی میکنم؟ میگی پری، برای اینکه منوچهر مردی نیست که بتونه تو رو خوشبخت کنه. اون به تو نمیرسه، به تو توجهی نمیکنه. برای اون کار از تو مهمتره. یه خورده فکر کن، مگه غیر از اینه؟ من آوردی که این حرفا رو بهم بزنی؟ من از اینجا میرم. پری، تو به عشق من احتیاج داری، تو منو دوست داری. این سزای این همه محبتی که منوچهر به تو کرده؟ این پاداش مهربونیه که من اون به تو کردیم؟ جلو نیا، جلو برداری خودم از اینجا پرت میکنم. من منوچهر رو دوست دارم، خیلی هم دوستش دارم. منوچهر شوهر منه. قبل از اینکه تو به خونه ما بیای زندگی راحتی داشتیم. هیچ وقت بین ما کوچکترین کدورتی به میون نیومده. حالا اون تنها مردیه که تو زندگیم وجود داره. من به وجودش افتخار میکنم. منوچهر رفت.
اون دیگه بر نمیگرده، هیچ وقت بر نمیگرده. من هرگز اونو فراموش نمی کنم، من هرگز بهش خیانت نمی کنم، حتی اگه بمیره. تو چطور حاضر میشی به مردی که تو رو بهترین و پاکترین دوست خودش میدونه اینطور از پشت خنجر بزنی؟ تو رو به عنوان دوست شوهرم به خونه خودم را دادم و از تو با محبت های خواهرانه خودم پذیرایی کردم و تو سوء استفاده کردی. من نباید اینقدر با تو مهربون میشدم. تو اشتباه میکنی، تو فقط دوست شوهرم هستی، همین. بذار یه چیز دیگه هم بهت بگم. الان مدتیه که میخوام به منوچهر بگم که اون پدر شده. بله جواد آقا، حالا نه تنها من زن منوچهر و شریک زندگی اون هستم، بلکه مادر بچه اون هستم. منوچهر پدر بچه منه. من هیچ وقت تو را نمیبخشم. تو آرامش و سعادت زندگی ما رو به هم زدی. تو بین زن و شوهری که سالها با عشق و اطمینان با هم زندگی میکردن، تو دو میشه. ای خدای من، چه اشتباه بزرگی. سلام، چی شده؟ چه خوب شد تو رو دیدم شهره. کجا بودی؟ یه چیزی برای زن بابام خریده بودم، نخواست رفتم پس دادم. میخواستم باهات خداحافظی کنم. من دیگه میرم. کجا؟ یعنی دیگه بر نمیگردی؟ نه، دیگه نمیتونم برگردم. همه چی تموم شد. پس پری خانوم، اون نمیاد؟ اونو نمیبری؟ نه، اون نمیخواد بیاد. منم اومدم ببینمش ولی خونه نبود. من خوب میدونم، اون شما رو خیلی دوست داره. بعدها وقتی بزرگ شدی همه چیزو میفهمی. امیدوارم خوشبخت بشی. خدافظ. خدافظ. معلم کجا رفت؟ کار داشت. اینجا چی شده؟ چیزی نیست کوچولو، ناراحت نشو. خونتون یه خورده شلوغ بلوغه. پدرم، تو رو خدا بگی طوری شده؟ ناراحت نشو شوره جون، چیز مهمی نیست. برو خونتون. اومدی که دیگه تنهام نذاری؟ آره دخترم، دیگه تنهات نمیذارم، هیچ وقت ترکت نمی کنم. به خاطر تو هر سختی رو تحمل میکنم و همیشه پیشت میمونم. مادر، دوست دارم. در هر حال خانم، ما به گذشته شما هیچ کاری نداریم، ولی از اونجا که در توطئه دزدیده شدن شهره شرکت داشتین و با تحقیقاتی که مأمورین ما در این باره انجام دادن، مسلم شد که شما واقعا گناهکارید. به همین جهت مجبورم شما رو بازداشت کنم. نه نه، شما نمیتونین منو بازداشت کنید. من از این حرفایی که شماها میزنین هیچ اطلاعی ندارم. دیگه انکار هیچ فایده ای نداره. به همه ما ثابت شده که تو گناهکاری. از افتضاحاتی که تو خونه مرتکب میشدی و از اذیت و آزاری که به شهره میدادی کاملا با اطلاع. شما میخواین بدون دلیل منو محکوم کنید. بگو ببینم، من تو رو اذیتت میکردم؟ مادر جون، دیدین؟ متاسفانه از این لحظه به عنوان عامل اصلی دزدیده شدن شهره بازداشت هستی و از این به بعدم هیچ گونه سمتی تو این خونه نداری. ولی من ادعای حقمو میکنم. دادگاه ترتیب تمام این کارا رو میده. جناب سروان، من از شما خیلی متشکرم. پدر، متشکرم که مادرمو به من پس دادی. متشکرم مادر جون. بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. من برای این زندگی خیلی زحمت کشیدم. نمیتونین ازم بگیرید. میدونین چرا؟ خیلی ساده است. برای اینکه این حق منه. حق زندگی کردن، خوش بودن، از جوونیم و خوشگلیم استفاده بردن. شماها توقع دارین همه چیزمو به پای یه دختر لوس و نونو رو بیمزه بریزم؟ جوونی و خوشگلی و سعادتمو فدای یه زندگی که بالاخره به هم میخوره بکنم؟ نه، شماها نمیتونین منو دستگیر کنین. هیچ
نمیتونه منو دستگیر کنه. این خونه مال منه. هرچی این پیرمرد هوسواز داره مال منه. نمیدونین چه قولایی به من میداد. وقتی که منو دو آغوشش میگرفت میگفت ساکت، خجالت بکشی. پیش این بچه این حرفا رو نزنی. جناب سروان، خواهش میکنم که به این موضوع خاتمه بدی. بفرمایید خانم. ولم کن، خودم میرم. من از دست همه شما ها شکایت میکنم. هیچ کس نمیتونه منو از این خونه بیرون کنه. مطمئن باشین که انتقام خودم از همه شما ها میگیرم. مخصوصا از توی ورپریده. آرزوی این خونه و زندگی رو به دلت میذارم. انتر. من از شما ها معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. مطمئنم که شما هیچ وقت از این تصمیم خودتون پشیمون نخواهید شد. دخترتون به شما احتیاج داره. اصولا هیچ مادری نباید خونشو ترک کنه. بله اینو خوب میدونم که هر کس مشکلاتی داره. به قول معروف قضاوت از دور آسون. ولی به هر حال کار عاقلانه ای کردیم. به همه شما تبریک میگم. من بازم مزاحم خواهم شد. شهر خانم باید بیان و تو بازجویی ها به ما کمک. ساعت دوی بعد از ظهر. ببخشید. خواهش میکنم. الو؟ بله، اینجا دبستان نوآموزه. بله، همینجا هستم. گوشی رو داشته باشین. شما رو میخواد. من در رو. مرسی. الو؟ ازت خواهش میکنم تلفن رو قطع نکن. ممکنه؟ متشکرم. به حرفم گوش بده. یه موضوع مهمی پیش اومده. من باید تو رو ببینم. خیلی مهمه. برای هر دوم. ازت خواهش میکنم به خاطر دوستی سابقمون قبول کن. من باید امروز تو رو ببینم. ولی من امروز میرم مسافرت. آره بلیتم گرفتم. ساعت 2 بعد از ظهر. الان ساعت 9. ما میتونیم همدیگر رو ساعت 11 ببینیم. متشکرم منوچهر، خیلی ممنونم. ساعت 11 تو کافتریای هتل مجسه. چطوره؟ پس سر ساعت 11 منتظرت هستم. بازم تشکر میکنم منوچهر. جنست خیلی جلبه. نه جونم، جنسم جلب نیست. حواسم جمعه، هر طور شده باید اون از بین ببرم. باید شرشو کم کنم به هر قیمتی که شده. راستی پری اومده بود شهره رو ببره بالا، گفت باهاش کار دارم. تو میدونی چی کارش داره؟ نه. به سلامتی. منو برد اونجا که حیوونا رو نشونم بده. آخه من حیوونا رو خیلی دوست دارم. به نظر من اونا خیلی بیازارن. اون میمونا رو دیدین چقدر با نمکن؟ راستی اگه اون شیرا رو آزاد بذارن خیلی خطرناکن. نمیدونم، شاید. خب دیگه چی کار کردیم؟ هیچی، بعد یه خورده با من حرف زد. مثلا چه حرفایی؟ همش از شما تعریف میکرد. میگفت که شما رو خیلی دوست داره. خب حق داره، برای اینکه شما خیلی قشنگ و دوست داشتنی هستین. حتما شما همونو دوست داریم، نه؟ میگفت جز شما هیچ کس رو نداره. از دوستش جواد آقام خیلی حرف زد. میگفت وقتی فکر میکنم یه دوست واقعی مثل جواد دارم خودم رو خیلی خوشبخت حس میکنم. راسته پری خانوم، چقدر خوبه که همه دوستا مثل جواد آقا باشن. اون وقت خودم هیچ وقت خودشو تنها حس نمیکنه. سلام، من دیگه باید برم. خداحافظ. میدونم پری، من نباید دیگه اینجا می اومدم و تو هم حق داری به من اعتماد نکنی. ولی اگه درست فکر کنی میفهمی که من به خاطر تو این کارو کردم، به خاطر علاقه‌ای که به تو دارم. من نمیتونستم تحمل کنم که منوچهر از اعتماد زنی مثل تو سوء استفاده کنه. خب دیگه گذشته رو فراموش کن. اگه تو حس میکنی که دلت میخواد منوچهر رو ببینی، من میتونم ترتیب این کارو بدم. مگه تو میدونی منوچهر کجاست؟ آخه اون قرار بود بره ماموریت. نه، امروز ساعت 2 حرکت میکنه. من دیدمش و همه چی رو بهش گفتم. بهش گفتم که تو هیچ گناهی نداری.
بیا با من بریم هتل منوچهر رو ببینش. باور کن اونم خیلی دلش میخواد تو رو ببینه. ازت خواهش میکنم به خاطر زندگیت، به خاطر خودت قبول کن. پری، من باعث این ناراحتی شدم و خودم باید اون از بین ببرم. وقتی مطمئن شدم شما دوباره همون زندگی رو که داشتین شروع کردین، اون وقت میرم و دیگم پلوی شما نمیاد. پری، قبول کن، خواهش میکنم، نذار من بیشتر از این عذاب بکشم. من بعدن میام. پس تو هتل مایسن منتظرتم. الو لطفی توی؟ گوش کن، منوچهر ساعت 2 با ترن حرکت میکنه. دلم میخواد بری کلکیشو بکن. بله بله، بسیار خوب، مطمئن باش من همین الان راه میافتم. این دفعه دیگه با گوله طرفه. بخون. باشه باشه، خاطر جمع باشه، یه رو بده اونجا. باشه بینا. ای بود بچه، من دیگه بازی نمی کنم. چرا؟ به تو مربوط نیست. بچه ما رفتی، مواظب خودت باش. بشین بغل دستم، شاید شانسم بیام. بانک گفتی؟ بانک ها؟ نه که 21. ناصر خان دلخوری نداره، رد کن بیاد بانکو. مگه کارکاری نخون این لطفی کجا را؟ حتما یه لغمه چربانه رو بیایی که میخواد تنها بخوری. فکر میکنم این کلک هنوز در گیرودار اون دختر بچه هست. ایشالله که اون مثل ما خیت نکنه. سه تا آدم گنده کلک یه دختر بچه رو نتونستم بکنم. آخه شما چطور گذاشتین کسی مرتفت بشه و تعقیبتون کنه؟ همه شخصیل لطفی بوده، یه خود احتیاط کرده بود، حواسش جمع بود. صدا چی بود؟ نمیدونم. باشه کیه؟ چیه؟ بچه ساکت، بچه ساکت، مثل اینکه کسی پولا رو جمع کنم. غریبنی حتما خودی موازه باشید. چه توزه کنه کنید؟ دوشو تکون نکنی. یالا اونجا صف بکشین. بگو بیاد تو. یالا همش تفقیر توه. اگه خیالی به سرتون بزنه مخوتون رو داغون میکنم. بابا چیکار داریم؟ ما که کاری نکردیم. اینا رو میشناسی؟ بله قربون، همین بزمت جان. اما اون کلا تزگاسیه پیداش نیست، حتما رفته شکار. هیچ کدوم از اینا اون خانمی که گفتم نیست. متشکرم. قربون شما. خدا بیامرز، نه میگفت هیچی بهتر از بچه دزده نیست. خب، کدوم یک از آقای اون داوطلبه که موضوع رو از اول تا آخر تعریف کنه؟ بگید چطور شد؟ کی دستور داد؟ موضوع چی بود؟ زمنان تا دیر نشده و وقت باقیه، یه بهتره یکی از شما حرف بزنید. وگرنه اینقدر تو زندون نگرتون میدارم که بالاخره مجبور بشین حقیقتو بگین. مرسی. دیگه فرمایش ندادید؟ نه متشکرم. پس گفتی نظر پری چیز دیگه ایه؟ تو مطمئنی جواد؟ تا اونجایی که من فهمیدم همینطوره. منوچهر، تو باید تصمیم خودتو بگیری. من دوست تو هستم. تا وقت داری، تا کار به جاهای باریکی نکشیده، باید یه فکری بکنی. پری راجع به تو با من حرف زده. من فکر میکنم اون کس دیگه ای رو دوست داره. دیگه بسه، خفه شو. تو دروغ میگی. چطور ممکنه پری این همه تغییر بکنه؟ چطور همه چیزو به این زودی فراموش میکنه؟ نه، نمیتونم باور کنم. و این کاش میتونستی با خودش روبرو بشی. حیف که اون از دیروز تصمیم گرفته با تو روبرو نشه. و یا نه همه چیزو خودش بهت میگفت.
و اگه بخوای من میتونم کاری بکنم که باز هم دیگه رو ببینید. من میتونم باهاش تماس بگیرم. نه نمیخوام، دیگه همه چیز تموم شد، اون آزاده. در هر صورت این وظیفه ای من بود که حقیقتو بهت بگم، حالا دیگه میل خودته. وقتی من حس کنم زنم کوچکترین نظری به دیگری داره و نمیخواد با من زندگی کنه، دیگه برای من هیچ ارزشی نداره، برای همیشه ترکش میکنم. خب منشا جان، امیدوارم از من نرنجی. حالا دیگه خودت همه چیزو میدونی. من دیگه باید برم چون کار دارم. امیدوارم سفر بهت خوش بگذره. با اجازه. خدا نگهدار دوست عزیز. ببخشید آقا، من آفرین، چه به موقع اومدی. ایشون با منه. خب حالت خوبه؟ دلم شونه. منو چرا دیدی؟ یا همه چیزو بعد بشی یا نه؟ ایش گفتی که من میام. بگو. خودخواهی بود. این من بودم که حاضر شدم دختر بچه یه بیگناهی رو بدزدن. تمام این کارها برای چی بود؟ پری، من نمیدونم چطوری از شما معذرت بخوام، ولی باور کن دست خودم نبود. نمیدونم اسمشو چی بذارم. عقده، حسادت، سرگردونی. ولی یه چیزی منو وادار به این کار میکرد که نمیتونستم باهاش بجنگم. در تمام عمرم، در هر جا که بودم، وقتی زندگی راحت دیگرانو میدیدم احساس تنهایی میکردم. وقتی دیدم منوچهر زنی مثل تو داره کور شدم، کور شدم اونچنان که حاضر شدم جنایت کنم. پری، جون منوچهر در خطره. چی میگی؟ با من بیا. نه، حرف تو باور نمی کنم. پری، خواهش میکنم. من گفتم منوچهر رو تو قطوشم. تو گفتی منوچهر رو بکشم؟ پری، حالا وقت این حرفا نیست. خواهش میکنم تا دیر نشده با من بیا، وگرنه منوچهر رو برای همیشه از دست میدی. تو که از خدا میخوای؟ پری بس کن دیگه، اینقدر عذابم نده. به خدا دروغ نمیگم. اگه حرفمو باور نمیکنی پس خودم میرم. ولی پشیمون میشی ها؟ منم با چطور شد؟ قربان، اون زن رو تحویل کلانتری زد. بسیار. یه مرد جوانی به اسم جواد که اینجا سکونت داره. همی الان با یه خانم رفت. پس ماشینه تو کاراشه. بده بیا. چی آقا؟ بله تقیب ما هستن. نباید به ما برسن. با چکی بلید آقا. بلیدی ورودی؟ بفرمایید. آهسته تر برو که نفهمم ما در تقریب شما هستیم. آقا
زود یه برانکار بیارید و برسونیدش بیمارستان. نباید وقت رو تلف کرد. حالش خیلی خطرناکه. عجله کنید. نه منوچهر، این کارو نکن. اون به تو احتیاج داره. تو همه چیز پری هستی. عشق و زندگی اونی. هیچ کس نمیتونه جای تو رو در قلب اون بگیره. حالا که دارم میمیرم باید بهت بگم من هر چی که راجب پری پیش تو گفتم همش دروغ بود. من از محبت‌های زیاد از حد پری سوء استفاده کردم. تو در نظر پری مردی هستی فداکار و باگذشت. راجب من هر طور که دلت میخواد قضاوت کن، ولی پری رو تنها نذار. بس دیگه جواد، این حرفا رو برای کی میزنی؟ برای من میزنی؟ برای مردی که همه چیزو میدونه و تصمیم خودشو گرفته؟ من اون چیزی رو که باید بفهمم فهمیدم که نباید به آدم ها بیش از حد خوشبین بود و بهشون محبت کرد. نه، تو خودتو عوض نکن، همونی باش که بودی. من بازم میخوام ازت خواهش کنم که منو ببخشی. بس دیگه، اینقدر خوب نیست برات. خواهش میکنم منوچهر، باور کن پری بیگناه. هرچند برای من دیگه هیچ چیز مهم نیست، ولی قسم میخورم که پری هیچ گناهی نداره. خواهش میکنم اونو ترک نکن. نظر زندگیتون از هم پاشیده بشه. من شهین، آخرین خواهش منه. منو ببخش. منو تا دوستی و محبتتون نتونست اونو نجات بده. اون مرد تنهایی تنها زندگی کرد و تنها مرد. با وجود بدیهایی که به من کرد هیچ دلم نمیخواست بمیره. ای کاش زنده میموند و دوست خوبی برام میشد. هرگز نشید نامی خنده زنید به دوانه روز شادی سر رسید.
داده به شما خدا یه بچه یه بنان داره میاد توی راه با قدمش مبارک داره میاد توی راه با قدمش مبارک.